چی میگه که این نمال مؤمنون اخواتون، یعنی برادرو، یعنی مؤمنون برادری هم دیگرن، ما هممون برادره. قرآن میگه ما را برادره. چیزی کدومه که لا اله الا الله میگه با الله دگوار میکنه او برادره، فرق نداره. یگون اخلاق غیری چی داره؟ لا اله الا الله میگه برادری منه، باید برای این کلمه لا اله الا الله باید دوستش بداری. وقت اگه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه کلمه که اشهد ان لا اله الا الله میگه و اشهد ان محمد رسول الله میگه، همین بنده چه میکنه؟ با الله دگوار میکنه. اوش ما با الله دگوار کردیم، عهد پیمان داریم. چیش گفتیم؟ الله گفتیم. الله ما فقط تر عبادت میکنیم. معبود ما کیست؟ الله. اگر قسم به او ذاتی که ما و شما را پیدا کرده است، اگر ما معبودی حقانی را بشناسیم، اگر ما بدونیم الله ما کیست، چیست و چی صفات ها دارد، هیچ وقت برای بد نمیره. ولی انسان در همین جا یک کامیرا باشه، یک پول هم اینجا پیدا اون کس نمیگیرش، برای کامیرا نمیبینش. نه اگر یک صفات الله رو بدونیم که و هو بصیر علیم، الله بیناست، میبینه به هر عمل های ما داناست. او چیزی که ما میکنیم، میگیم، نیت میکنیم، و هو اعلم بذات الصدور، و او داناست او چیزی که در سینه های ما، در دل های ما، الله با او چیز خبر است. یکن اگر الله تطبیق بشناسیم. ول میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه فقط دعوت به خدا شناسی کرد، فقط دعوت به همین کلمه لا اله الا الله کرد. تو همین کلمه لا اله الا الله ما و شما را در امور دین در زندگیمون پیاده نکنه، ما دین دیگه نمیفهمیم. دین همین لا اله الا الله. اگر انسان بفهمش، یعنی مثلا انسان میگه لا اله الا الله فقط تمام و زمان تلفظش کنی تمام، لا اله الا الله شرط داره، یعنی لا تو دگوار میکنی، میگه ای الله و غیر ایتو لا، یعنی نفی میکنی، عطلی صد میکنی، همه چیز در بین میبری، مخلوق گم میکنی، خالق همیاری میمونی. میگه ای الله لا، یگان کس در این دنیا حق عبادت نداره، یگان کس اله شدن نمیتونه. ولی بیا برای اله شدن تو باید صفت الهی داشته باشی. چه صفت الهی؟ ولی میگه معبود من الله، الله چی صفت داره؟ تو باید صفت های الله تا بدونی که الله چی صفت داره. میگو لا، وقتی که تو همه چیزا ای به این بردی لا نفی کردی و اثبات میکنی الا الله، اثبات المنفی، چیزی که در روی زمین همه چیز ای به این میبری. میگوی ملائکه میاردم کردن نمیتونم، قبرم میاردم و شیخم، یگان کس انسان، انسان نمیتونه یاردم کردن، نه فرزند دادم میتونه، نه گناه های منم مغفرت کردن میتونه. ایچا فقط میگه که ایلا الله، تو الله اثبات میکنی، میگه تو الله، یعنی الله، الله وقتی که الهی خود میگیری نگاه میکنی صفات های الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم، صفاتش الله بیان نکنه. میگه من برای اله شما هستم، من هم در این صفات ها دارم. اگر همینطوری صفات ها را در مخلوق بیاوی همه هم اله شما میشوه. حی القیوم همیشه زنده است. وای انسان همیشه زنده است؟ خواب نمیروه، مرکشم نمیبره الله، بنده خواب میروه، الله نه. الله همه وقت ما و شما را نبلودت میکنه، همه وقت ما و شما را میبینه، همه وقت به نیاز ما، ما میخیزم دعا میکنم، دوازده شب و یکی شب الله استجاب دعا، دعای ما و شما را قبول میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که به اسلام اومد در یک حالت چه میکرد؟ در حالت خیلی خنده میکرد و بعضی حالات رو میگریست، هم خیلی میگریست میگریست. بس سوالش کرد یا عمر رضی الله عنه، ما ابکه چی چیز کرا میگری؟ میگفت که خیلی گریستنی من سببش همینه که در وقت جاهلت، وقتی که جاهل بودیم، دین نمیدونیم، شریعت نمیدونیم، وقتی که این نور ما را منور نساخ، در جاهلت ما عقیده داشتیم، یک گردوس هست که بعضی بسانو گردوس دارن، یعنی گردوس داشتیم. اگر تو یکون ادامی افتادیتیت میبین، اگر زن دختر تولد میکرد تمام تو شرمندگی بود، تو دختر تو میبینی زنده و زنده میکش تو مردم نفهمند، یعنی در وقتش پیش آید. پیغمبر اسلام عربا هم تاریخ خصلت داشتن، یعنی دختر در او خونش اگر تولد میشه به او یک آر بود، یعنی تو یک ادامی خفتری که تو دختر. میگه دختر وقتی که زنده و زنده تای خواب میکرد، میگه قبرش میکندم، وقتی که خسته میشیدم دختر رو بیاری شما تازه میکرد خاکار ایشان. نیکی میگه که امو جهالت، همو به علمی ما را میگه که انقدر کور کرد. امروز همین جهالت چه ما را کور کرده گیه، چه ما را عیبین برده گیه همین به علمی ما. میگه برای همین میگریم از الله توبه میکنم، و حالتی که میخندم میگه که عجایب گمراه بودیم. میگه ده خدا داشتم، خدا ما میگه ای خرما ساز کرده بودم، ای خرما خدا ساز کرده بودم، سفر میکردم
بعد یک گشنه میشینه با خدا ما میگه خلق خفه نکنم گشنه ما میخرمه. میگه او چی خدایی بود که من میخوردمش؟ او چی خدایی بود که ایخنش دفاع کردن نمیتونیست؟ نه که ما حق گمراه بودیم همه چیز درد نمیکردیم، او خدایی خش دفاع کردن نمیتونه، من خدا ما میخوردم. برای همین الله سبحانه وتعالی معبود حقیقی ما و شما هست، او ذاتی که ما و شما را پیدا کرده است. برای ما و شما چشم دست، گوش دست، عقل سالم دست، بهترین نعمت الله این عقل است، عقل سالمی که الله برای ما و شما نصیب کرده است. الحمدلله با اون نعمت هایی که الله ما و شما دست، او سپاسگزار اون نعمت ها باشه. این شکل نعمت ها ما چخی ادا میکنیم و یک شکل میکنیم خواه الله شکرت، نه شکل این نعمت ها در اون حالت ما ادا میکنیم، اگه پاش بیرون نمیبرویم چیزی گفت اطاعت میکنیم، از چیزی که ما و شما را معنی کرد از اون چیز باز میستیم. الحمدلله امروز این توی از عقد ازدواج پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یعنی به این چیز تشویق کرده است. ولی مثلا پیغمبر دیده است که امین نکاح خوندن سنتی من است.